عفو بین الملل با صدور فراخوانی از خانواده های جانباختگان و سایر کسانی که در پی حوادث اخیر آباما به مدارکی در ارتباط با این کشتار گسترده دسترسی دارند، خواسته است شواهدشان را برای این سازمان حقوق بشری ارسال کنند. عفو بین الملل میگوید بر اساس مدارکی که تاکنون به دست آورده، متلاشی شدن جمجمه، له شدگی بافت مغز، پارگی قلب، پارگی احشا و قفسه صدری و عملکرد وسایل جنگی در خارج از جنگ از جمله مواردی است که این نهاد به آن دست یافته است. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره اهمیت اسناد تازه به دست آمده پرسیدیم. سازمان عفو بین الملل همچنان در حال تحقیق و جمع‌آوری گواهی‌های فوت و جوازهای دفنی که برای کشته شدگان اعتراضات آبان ماه صادر شده و به همین دلیل هم در آخرین فراخوانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده از خانواده‌های کشته شدگان دعوت کرده که این اسناد و مدارک رسمی رو برای این سازمان ارسال بکنن و البته ما تضمین کردیم که هویت تماس‌گیرندگان و اطلاعات که برای ما ارسال می‌کنن محفوظ می‌مونه. یافته های ما تا الان نشون میده که در بسیاری از گواهی های فوت مقامات ایرانی عملا عبارات عجیب ولی به هر حال عباراتی رو گنجوندن که به روشنی نشون میده که اعضای حیاتی بدن معترضان رو با گلوله مورد هدف قرار دادن و این اسناد از این جهت اهمیت دارن که در کنار مدارک و شواهد دیگری که سازمان های حقوق بشری در حال جمع‌آوری هستن، از جمله ویدیو و شهادت‌های خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی، نشون میده که نیروهای امنیتی از سلاح گرم به طور غیرقانونی استفاده کردن و در واقع معترضان رو به قصد کشتن مورد هدف قرار دادن. خانم بحرینی میگوید در مقایسه با کشتارهای قبلی، گواهی‌های فوت صادر شده برای کشته شدگان تظاهرات آباما متفاوت است. در تحقیقی که عفو بین الملل در خصوص کشتار 67 انجام داد 2 سال پیش، ما تلاش کردیم که گواهی های فوت قربانیان اعدام های تابستان سال 67 رو به دست بیاریم و تحقیقات ما نشون داد که در بسیاری موارد مقامات اصلا گواهی فوت برای کشته شدگان صادر نکردن و یا دست کم این اسناد رو در اختیار خانواده ها قرار ندادن و گواهی های فوتی که به دست ما رسید در معدود مواردی که صادر شده این گواهی ها نشون میده که در خیلی موارد این اسناد حاوی اطلاعات غلط، گمراه کننده یا ناقص هستند. مثلا در بسیاری از این گواهی های فوت کشته شدگان سال 67 تاریخ مرگ نامشخصه و در مورد علت مرگ بسیاری از اونها مشخص نمی کنند که علت مرگ اعدام بوده. در بعضی موارد مقامات این بخش رو خالی گذاشتن و گاهی حتی نوشتن که علت مرگ عوارض طبیعی یا صرفا مرگ بوده و فقط لغت مرگ نوشته شده.